چون که مهمونا هم میایید الان ما اومدن نشدیم منوز منم شما مجبور کردیم ما آرایشای مونده برو فولاد ببین چی میکنه بیا فیلم بود جان کجا بیزنس مرغا را دارم کاکا چی میکنی ماسا جان گپ زد راه اسم بیزنس دارم ماسا جان برو بالا من میام آرزو بگم آماده شو برو ناصر جان اوف ناصر جان حالا خب من چون من تیار نشدیم گفتم هنوز حالا خب میمانا میان پناهشون به خدا حاله من اتاق برنامه است من باید از کل کده آماده باشم سعی یا مگی سعی میکنه برنامه مگی چی میکنه فولاد چی میکنه چی میکنه هیچ خبر ندارم خب برو پیدایش کن دیگه برو خسته ما بچم گپ زد رئیس بیزنس مرغاس اینجا برو آرزو بگو آماده شو من ردیستم پیسه است اینجا دلار است برو بگو آماده شو ببینم بابا چند تا مرغ داشتی 5 تا بله ناصر جان خب 5 دقیقه میایم چی بود؟ ناصر جان چی شد؟ فولاد چی شد؟ ناصر 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 چی شد؟ من این فامی نمیجو افتید نفس نمیکرد ناصر ناصر بگید تنفس مصنعی بتش چی شده؟ من این فام آمدم این تو افتیده بود ناصر بگید تنفس مصنعی بتش من همه تو اینجا باقر بیا اینجا منتننت حالا تو بده از دست تو افتید از دست توی نمی آدم من تو چی کشتن؟ تو یک ساعت شده که تیار نمیشه از دخترها که تو زیاد فکر من در پایین بودم که در بچه‌ها بودم گپ می‌زدم نه خدا رو پشت تو آمدیش آماده نمیشه چی می‌کنی خانوانه دار یا نه اگه خانه دار بدم من خود دنام ما می‌کنم نه خندی نکو بگی طرف از مصنعی بده من نمیتونم باقر بیا اوه تو چی قرارش خلاصی برنامه است مردم اومدن نه الله راجون دیگه خدا آدم خوب بود نکارش خندی او بچا چی رقم هستی آره مذاق می‌کنی به خدا ناصر بخیر بخیر خیسک گناه توستک از تو از خودت از سرمایه بابا گناه تو نیست گناه تو هم نیست زوجم که مهمونا میاد دیگه خلاص کنن دیگه خب جور است حالا چرا وقت مرضایی میکنی من قدر من میکاپ خود خلاص میکردم سرگیج گرفته آه بخیرم خودت تک انداخته بود بگی بخیر بیا وطنان عزیز عیدتان مبارک طاعت عباداتتان قبول آرزو دارم که از هر گوشه و کنار دنیا که بیننده برنامه ما هستین جور سرحال باشید من امروز در برنامه تنها نیستم یک همکار مت شیک مقبول براتان دارم فولاد جان عیدت مبارک سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستایی که ما را تماشا میکنند در هر جای دنیا که هستید امیدوارم شاد و سلامت و کام روا باشید تبریک میگم عید برای کل عزیزانی که روزه گرفتن و روزه نگرفتن به هر حال ما تبریک میگم خودت از کدامش بودی من کلش گرفتم خب و همچنین امیدوار هستم که ساعت خوش و خوبی داشته باشن که از ما قول از زیر میتون که ما ساعت خوبی دارن ولی آرزو نمیفهم زیاد خب این بیننده عزیز باز کامنت میکنن خب کامنت کنه خب لایک کنه مرا خب باز کامنت کنه آرزو رو خب بیننده عزیز ما میفهم که مرا دوست دارین فولاد جان همه چیزا میگه دیگه خیر ببخشینش بار اولش از در برنامه ما آمدم امروز یک مهمان بسیار خوب و شاید بگم اولین بار است که در استرالیا اینترویو میکنیم. ما فکر کرد میمان خودت هستی در برنامه. نه من صاحب خانه هستم، میمان شماست. خانه من یک میمان بسیار خوب دارم. شاید بسیارتان آشنا باشن کدش در سوشال میدیا و اینستاگرام و فیسبوک، ولی امروز به صورت حالا میگم لایو یا یک پروگرامی که ما در استرالیا داریم در خدمتشون هستیم و شما معرفی کنین که من گفتم من اجازه ندارم صحبت کنم. نه برو گپ بزن دیگه. خب عزیزان، قسم فولاد جان گفت یک میمان بسیار عزیز داریم که تازه با استرالیا و شهر سیدنی تشریف آوردن. ایشان مدل هستن و همچنان اکتر. راشد جان سلام میدتان مبارک. سلام به شما، سلام به فولاد جان و سلام به بیننده های محترم برنامه شما. اولتر از همه ایده به شما دو نازنین تبریک میگم. امیدوار هستم که ایده بسیار خوبی در پیش روی داشته باشین و همچنان ماه مبارک رمضان طاعات عبادات همه ما قبول بگرده. و به همه شما عزیزا عید مبارک میگم. به گفته فولاد جان کسایی که روزه گرفتین و نگرفتین به همه گیتان عید سعید فطر مبارک. تشکر از جان. همین که قبول کردی آمدی در استودیو که از ما بودی، بر ما جای سعادت هست که هستیم. و از خودت بگو، شاید دوستا مطمئن هستم بسیاری خودت میشناسن، ولی خودت بگو از تجربه که داری، از کارهایی که کردی و پروگرامایی که داری در استرالیا که شاید یک محیط نو است برات. 100 درصد. احمد راشد ماموزای هستم. مدل البته میتونم بگم مدل افغان، ولی از مدلای فرهنگی نبودیم، از ما پروفشنال مدلینگ بوده که از جمله حساب ایرانی به زبان فارسی روی رژه یا کات واکینگ که میگن از او ما بودیم و همچنان ادورتایزمنت، کامرشل، هر چیزی که بوده، ما تمام اکثریت مدلینگ های ما که بوده کامرشل مدلینگ بوده و همچنان فشن شو، فشن ویکس ما انجام دادیم. در پهلوی از او بله از اکتینگ گفتین. اکتینگ ما از طفولیت علاقه ما بود و در بسیاری مسائل کوتاه و یا شارت سیریز، یکی از سیریز های نتفلیکس و همچنان بسیار کوتاه در بعضی از تصاویرهایی که ضرورت بوده ما کار کردیم، ولی زیاد نه. انشالله که پروژه های بزرگی که اگر به دسترس ما قرار گرفت واسه شاید ما اکتینگ کار بود. خیلی ما بخیر یک سال دیگه که بزنم نتفلیکس همه اونجا راشد نشان میده. خواهش میکنم، توکل به خدا. خب بیننده عزیز، قسم معلمش ما لباس شیرچایی پوشیدیم. فولاد جان آبی مثل جندر ریویل که می باشه بچه و دختر آلا فولاد دمتو میکنه من نمیمونه کیش گپ بزنه. من میخوای تو برو من که راشد هستم. راشد جان خود در تیم خانم هستی یا آقایان انتخاب کن، من نمیمونه سوال کنم. خب هر دوتان گل یک باغ هستین، میشه که یک سوال شما بکنین یک سوالی گل گلزار. خب مستم هم یاد تمام خار هستم. خواهش میکنم بدون باغ یا بدون گلدان گل نمودنم. تشکر. خودت هم یکی از گلای می باغ هستی. از سر اکتینگت میایم، از مدلینگ که گفتین میشه بگین که در کجاها با کیها خودت کار میکردی که کاتواک میکردی؟ چون در افغانستان معمولا رواج نیست مدلینگ و در اواخر تازه بود به حساب مد شده بود و حالا متاسفانه که همه چیز دوباره از بین رفت. امروی کیها کار میکردی، در کجا خودت مدلینگ میکردی و در کدام ممالک، تنها افغانستان یا بیرون هم؟ بله ما شروعی که آغاز کردیم از اولین فشن شوی ما را که شروع کردیم و کاتواکی را که ما انجام دادیم البته پروفشنلی بود. کوریوگرافر ما خانم فاطمه مکینلی بود، خانم سفیر امریکا بودن و در سفارت امریکا البته سیکریتلی این شو ثبت شده بود چون اونا اجازه نداشتن ریویل بکنن، ولی یک شوی بود که ما لباسهای افغانستان و همچنان دریشی ها و یا لباسهایی را که داخل خود افغانستان تولید میشد، بخصوص ما خودم اکسکلوسیو فیس کمپانی لمن بودم که با او شما آشنایی دارین با نامش. کمپانی لمن اولین کلودینگ برند بود که در افغانستان به صورت پروفشنالی کار خود آغاز کرد. منم می‌خواستم ادورتایزمنت شانه بکنم ولی چیزی که واقعا نیست. افتخار ما هستن، ما خوش میشین که هموطنای ما به جای برسن کارهای مثبت کنن. لمن بود که ما شروع کردیم به فشن شو خود در سفارت امریکا. بعد از او نیپال ما دعوت شدم که مشخصا تا امضای خود رئیس جمهور نیپال دو بوده که در شهر کاتماندو دعوت شده بودم به خاطر فشن شو در کنفرانس سارک و در پهلوی از او در کشور پاکستان ما به کمپانی بزرگ ژاپن که اینترنشنال ارگانایزیشن است به نام جایکا ما با اونا هم ریسنتلی آخرین فشن شوی ما همراه از اونا بود. بسیار عالی. فعلا در استرالیا که تازه آمدین چقدر وقت میشه که شما آمدین؟ خب ما بسیار تازه آمدیم، تقریبا اول دسامبر آمدیم که تا حالا 4 ماه میشه، 4 ماه هم شاید پوره نشده باشه. راشد جان چی ایدی میتی بر ما؟ ایدی شما یک بار در خانه ما بیاین بخیر، حال خب من میمان شما هستم، شما باید به ما ایدی بتین. ما از مثلا هنرمند ایدیش آهنگ است، از شاعر شعر است، از اکتر هم اکتینگ است. اگه یک اکتینگ خودت همیال با فولاد جان یک جای انجام بدی چی اکتینگ کنم کردیش؟ اوکی، ما برتان میگم ما دایرکتینگ خواندیم، ما دایرکت میکنم شما اکتینگ کنین، درست است؟ خب سوژیش هم خیلی شما بگوین. اوکی. اسکریپت تانه. صحیح است. خب فولاد جان مقصد زن نشه ما زن بشیم و زن بشیم اوکی. آرگومنت بین دو نفر باشه خوب است. فولاد پدرم است، خودت پشت ما خواستگاری آمدی. درست. ما دختر هستم. سلام علیکم. چرا آمدی بچه‌ها؟ شما خوب است؟ تشکر. اول سلام عمر علیک بگید. نمیگم بچم خانه ما آمدی حالا. خواهش میکنم. ما به نیت خیر آمدیم. البته که مدت ها زیاد میشد که ما البته دخترتان میدیدم. کجا میدیدی بچم؟ در جای کارم میدیدم، همراهشان آشنایی داشتم و همچنان در پانتونم دیت میکردین شما؟ یک نخیر ندید چون ما افغان هستیم و این دیت در رواج ما نیست. ما فقط همراه آرزو جان آشنایی دارم چون ما حاصل یک جای بودیم. از اینکه دختر بسیار خوب است. گپ نزدیم، من نمیشناسمش. میگم من گپ زدم، تو میگی من گپ نزدم؟ نه، من در کجا همراه خودت گپ زدم؟ میگم من کدیش بیرون رفتم. من نگفتم که همراه ما گپ کدام چیز زدم. ما حاصل بودیم یک جای، حاصل بودیم. بله. دیگه از اینکه اخلاق بسیار نیک داشت و اخلاقش خوب است چون صنفی ما بود. ما تقریبا نیم روز همه روزه ما نیم روز در یک صنف می بودیم، از بقیه هم صنفی ها تفاوت بسیار خوبی داشت و امی بود که در قلب ما جای گرفت و من خواستم که از راه نیک و از راه خیر پیش شما بیایم و دستش از شما. یک مثال دارم میگه پدر بی دختر بگی خب حالا تو پدر دیدی دختر گرفتی یا نه؟ من دختر مستقیم دیدم. خب مستقیم خب مرا باید بگیری. این چی رقم است؟ پدر جدی باش چرا من جدی خب من خنده میای نمیکنی. خب از اینکه شما اکتینگ راشد خوبه. خب یک تو یک تاپیک مرا گفتی انداختی من نمیتونم پدر باشم، در نهایت بیادر میتونم باشم، پدر زیاده. چرا نمیتونی باشی؟ سخت است من باشم. میگم برو بگی برو بچم. چی پروگرام دارید اینجا بخیر؟ کدام کار میخوای شروع بکنی؟ خب از اینکه مکمل یک فضای مجدد آمدیم و یک فضای نو است، یک محیط نو است، شروع کردیم به درس های خود. کوشش میکنم که اول در یک چون مثلا در بزنس ادمنستریشن یا اداره تجارت از افغانستان دارم ولی متاسفانه اینجا ما باید یک سند از خود ایجا داشته باشیم. به او خاطر ما شروع کردیم که به نام ریال استیت که میگن درس ریال استیت شروع کردیم که از اون یک سند داشته باشیم. در پلوی از او کوشش میکنم همراه پروداکشن ها اینجا چون در اینجا به حساب فشن واک چون من تجربه که از خود دارم کوشش میکنم که اپلای بکنم در پروداکشن ها و مدلینگ ایجنسی های از اینجا. باز میبینیم که تا کجا پیش میره چون یک مدل که است سن سال مدلینگ که است یک سن سال مشخصی است. از او که بالا شد باز امو زیبایی و یا امو چهره که خداوند بر آدم داده او چیزی که آدم باید باشه نمیمونه. فولاد جان میگیرند در مدلینگ یا سنش کلان شده؟ 100% فولاد جان میتونه که ادورتایزمنت یا کامرشل مدل 100% باشه. مدل چی باشم؟ کامرشل مدل مدل تربوز مدل میتونی مدل بانک باشی، میتونی مدل کلودینگ برند باشی چون اندام ماشاءالله زیبا داری. تشکر. دیگه کاتواک گفتن نمیتونم چون ریکوایرمنت کاتواک از 6 فیت بالا است. باید یک دونه فیت باشی. ما یک کنیم بلس هستم. نه قضیه فولاد جان بسیار خوب است ولی در حساب فشن مدلینگ که کاتواک است سلیم بادی ضرورت است که نام خدا اندام یک بازوی از پای کمر ما دیدم مدلینگ نمیره راشد جان اما بسیار خوبی اما تو محبت برات نیست. برعکس موافق است. در اکتینگ میتونه بهترین هیرو شو در کامرشل مدلینگ ندید. حالا نقش پدر چطور بازی کرد بهترین مدل میتونه. تشویق نکنین بس از همین شما هستین هر کس در مرشته خودش تشویقش نکنین راشد جان. آوازخوانی اگر میگن صدای گرنگی که نام خدا فولاد جان داره باور بکنین که در هر رشته که به حساب آواز از او استفاده شوه فولاد جان. ما بسیار نمبر تام سیو میکنم. خب ما تو انگات میکنم فهمیدی تعریف میکنم. اگر دختر می بود حالا گپ خورده بود سرت. اگر دختر می بود خب باز صدای باری گرنگ صدای گرنگ الو عزیزم کجاستی؟ یعنی دخترها در تعریف امپرس میشن؟ زیاد میشه من نه ما که میشم هر دختر میره که دیگرا میشن ولی من نه من میشم امپرس میشم ما نه من امپرس شده باشم که از بر کس امپرس شده باشم بیاین ثبوت بدن همه دوست همه چیز است و ما اینجا کلان شدیم دوستایم زیاد است که آقایان هستند و من فرق نمیکنه دختر پسر ضروری نیست که هر کس بیادر بخوانی اما که سر خود اعتماد داشته باشی اعتماد به نفس مهم نیست که با مرد باشی یا با زن فرق نمیکنه بدون شک امی هم یک ایده ما هم امی بوده همیشه که ما با دوستایم به هر کس گفتیم که اگر برادر هم بگویی ولی در ذهن همو برادره که تو در مقابل او را برادر میگی در ذهنش یک چیز منفی در مقابل خودت باشه باز او برادر نشد اما اگر او تو را خواهر بگویی و تو انتنشن خواهر به آرزو نداشته باشی باز او نشد اما اگر به گفته شما مثل که دوست میگین اگر انتنشن هر دو نفر نرمال باشه اما فکرشان در مورد یکی دیگه مفکورهشان نرمال باشه باز ضرور نیست که در خواهر گفتن او را دوگام در یک دایره بندازی که تو دینامیجه باش میتونه یک دوست خوب هم برادم باشه درسته دوست خوب واقعا یک نعمت است من ایره واقعا احساس کردم و واقعا ایره درک کردم که یک دوست خوب بسیار بهتر از شاید یک خواهر یا یک بیادر و یا یک فامیل باشه و اسپیشالی کسایی که در استرالیا هستن و کشورهای خارجی هستن ایره واقعا شاید وام احساس کرده باشن که یک دوست خوب بسیار به درد زیاتر میخوره تا یک فامیل اسپیشال خارج که مردم میان یک رقم دیگه هستن اخلاقا چنج میشه رفتارا چنج میشه بخیر یک رقم رسم و رسوم دیگه پیدا میکنن یک واقعیت است ولی دوست خوب واقعا یک نعمت است که آدم نباید دوست خوب هیچ وقت دست بده ما دوستای خوب هستیم که امروز برنامه ما متو زیبا شده با دوستای عزیز بازم من تشکر میکنم از راشد جان عزیز که تشریف آوردن دوستاشون که زیاتر گپ بزنم ان شاء الله یک برنامه‌های دیگه و بتونیم تقریبا یک ساعت دو ساعت گپ بزنیم چون بسیار وقت گپ هم میاره و شیرین است گپ شیرین است وقت برنامه کم است میهمانان نام خدا زیاد است دوستان عزیز تشکر میکنم که تا اینجا برنامه ما یک جای بودین چنج نکنین پیشوی عقب فاست فورورد نزنین یک وقفه کوتاه و ادامه برنامه کد میهمانای عزیز دیگه با ما باشید خب بینندای عزیز در این قسمت برنامه شادخت موسیقی افغانستان که ملکه قلب ما هم است و ایره شما میفهمین میمان برنامه ما است مانده و زله سفرهای خود آمده ولی من ازش خواهش کردم که امروز در برنامه میمان ما باشه و صدای ما در زمین ننداخت تامینه جان گل عیدت مبارک قربانت آرزو جان شیرین سلام به خودت سلام به فولاد جان اولتر از هم یک جهان ممنون خودت همیشه بسیار زیاد حمایت میکنی I love you so much ما حقیقت گفتیم همیشه قربانت حسن نظرت است یک جهان ممنون و بله وقتی که خود دستر من صدا کنیم چی میگن پایلوچ من میدم قربان زنده باشی من هر جایی که سعی میکردم در یوتیوب نام خدا تامینه جان بودک هرچند پدر خودم اگر کلیپت که 1 میلیون ویو داشته باشه پدرم 900ش پدرم فرستاد کرد قربان من پدر خود گفتم امروز من که تامینه جان اینترویو دارم و سعادت تجربه پیدا کردم که دفعه اول بتونم ببینمت و بعد از سفرات ما پدر جان تانم سلام میگیم قربان به خاطر شما تامینه جان آوردیم در برنامه قربانتان اکچولی ما سلام از طریق امی برنامه میگم سلام ای تعماد کاکا جان یک جهان ممنون از حمایت و محبتتان و از راه دور دستایتان میبوسم تشکر تامینه جان تشکر که آمدی مانده سفر نباشی با کمال و بسیار در گفته خارجی ها وی پراود اف یو تانک یو سو ماچ در سیدنی امی حنجره طلایی سیدنی هستی تانک یو سو ماچ حنجره طلایی افغانستان هم است در شهر سیدنی ما سعادتشون در شهر سیدنی نیستن یکی از انجرتلا یک دیگه هنرمنده قار نشه یکی از بلاک نکنم پروگرام را داخل یوتیوب کنه خواهش میکنم اجازه گپ نیست تامینه جان مانده نباشی قد سفرها ازبکستان رفتی ترکیه رفتی سال گذشته بود بخیر امریکا رفتی یک آهنگای زیبا بگو از سفرهایت بر ما از خاطرات جالبی که از سفرهایت داشتی بر ما بگو بله یک سال میتونیم بگویم یا از یک سالم کمتر از فکر میکنم یا موی نزدیکای یک سال اولتر از همه خو میدگلم که از طریق تری ویژن توتی به دسترس همگی رسید اونا پروژیس کرده بودن که به نهایت احترام و محبت شد I love them so much مثل یک فامیل ورستن بر ما بسیار در وقت کم بسیار جایگاه خاص خود ساختن و دو آهنگ خو پخش شد سه آهنگ اکچولی یکی فکر میکنم میده گلم بود باز آهنگ یارم بود آهنگ از آهنگی بله یارم بود که از آرشتان ویدا بود، دوست عزیزم، هنرمند فوق‌العاده، و دیگه یک آهنگک از آرگی بود که از فاروق جان وایس بود، هنرمند عالی ما. دیگه یا بعد از او دیگه و یک آهنگ دیگه دارم با توتی که بخیر به نام لبتشنه، بسیار به زودی میشنوین. امیدوار هستم که مورد علاقه‌تان باشه. باز برمیگردیم طرف ازبکستان که اونجا برنامه اول فکر میکنم با باربود بود که بازم من که اونو قبلم کار کرده بودم، بسیار یک تجربه خوب بود. آهنگای محلی بیشتر بود. محلی گفتین از آهنگتان که با میراجان وفا غوغا برپا کرده، اگه تیک تاک باز کنیم، اینستاگرام، یوتیوب، همه جا امو آهنگتان است. از این آهنگ بگو که چطور خودت و میراجان به تماشین، چطور این آهنگ ساختین؟ اوکی. اولتر از همه ما باید یادآور شوم که میراجان وفا اونم قدر که مقبول میخوانه، اونم که یک شخصیت بلند دارن. اینقدر آسان بود با اونا کار کردن. و یکی از به نظر من شخصا یکی از بهترین ملی خانم است. دیگه ما فکر میکنم این ایده از کجا شروع شد. من در برنامه توتی باز بودم که اونجا یک چند آهنگا را به طور زنده، چون من محکمه نشدم شکر خدا. سمیر جان مهربان است، لطف کرده حقا. یا لطف کردن بسیار قند است سمیر جان. دیگه باز اونجا چون من محکمه نشدم، باز یک چند آهنگا هم تو عجله به طور زنده اجرا کردم که اونجا سمیر جان امی یک آهنگ محلی به نام ماتو می شود. نه که من اولین بار فکر میکنم از میراجان وفا شنیده بودم. دیگه یه آهنگ خواهش کرد و امت دیگه ما اجرا کردیم. در تیک تاک چیزا کل جای بود و بعضها ویدیوها را منداختن از ما و از میراجان. خودت یاد بیشتر. دیگه از او خاطر بعد از او باز وقتی که تلویزیون بارباد پیشنهاد کرد، مسعود جان نوابی گفت چی نظر داری که یک ریمیکس با میراجان وفا داشته باشی؟ از یا گفتم من خودم میراجان وفا رو میشنوم، چرا نه. بعد از او باز دیگه اونم تا استا کارا شروع شد ای و چندین آهنگ دیگه که فکر میکنم یک فکر نمیفهم که یک آهنگ دگانه دیگه هم داشتم با یک اولین کارم بود، کار مشترکم با یک هنرمند تاجیکی یاسمین جان دولاتوفا که بسیار دختر خوب، بسیار هنرمند خوب هستن. دیگه او رو بسیار در وقت کم ما ثبت کردیم شکر و یا تو آهنگتان بسیار گل کرده کابل و کلاب و هموطنای ما جوانا بسیار آهنگ دوست دارن، به شمول خودم. فولاد جان میتونی سوال پرسان کنی؟ باز میگه مرا هنگان پیش از که شما سوال پرسان کنین من باید دیگه تلویزیون رو یاد کنم بیکاز باز ناانصافی میشنه. برنامه AMC رام بود که AMC Asia Music Channel Voice of Generations که برای آسیا بود، یکی از بهترین برنامه‌ها، میهمان نوازی از هر لیاز. در ترکیه بود؟ بله. نه خیر، اونم در ازبکستان بود. بسیار تجربه خوب بود، بسیار تجربه فوق‌العاده بود، بسیار هنرمندای دیگر ما اونجا دیدم دیگه. و همچنان یک آهنگ اونجا من اجرا کرده بودم که از مفتون صاحب بود. من بسیار آرزو داشتم که از مفتون صاحبم یک آهنگ داشته باشم به نام بچگک قیس داره نام که قیس جان الفت که احتیاج هیچ کدام معرفی نیست دیگه. دوست عزیزم هنرمند عالی اونا موسیقیش برام تنظیم کرده بودن و من گالم و بعد از بچگک قیس داره نام قیس خود قیس جان به خود انتخاب کرده بود یا شما انتخاب کردین این نام؟ اصل آهنگ ات بود خو که آهنگ برای یک دختر بود که میگفت دخترک فضیله نام. دیگه باز ما وقتی که کار در سر زی آهنگ شروع کردیم ما تصمیم گرفتیم که نام انتخاب میکردیم برای زی و قیس نام مجنون نام است دیگه. از او خاطر باز یک ایده مشترک بود و یا باز از اون خاطر بچگک قیس داره نام. و باور کار جان قدر به ما پیام آمد از وقتی که آهنگ ویلی شده هر کس که نامش قیس است دلکی آهنگ بر من خواندینه در دیام زمین آهنگ بر کل قیس ها خواندینه. خود خانه قیس نمیگن از ناز نمره هیچی صدا نمیکنه. و بعد از اون افغانستان، بعد از اون دیگه افغانستان اینترنشنال که یکی از بزرگترین پلتفرم بود که باز اونجا جای افتخار بود، بسیار یک برنامه خوب. اولین کارم بود با اونا و همچنان از ایژا میوزیک اولین کارم بود که بهترین تجربه بود. آرزو جان، فولاد جان، it was the best. بهترین وقت تیر کردم، بسیار تا وقت کم، but شکر خداست الحمدلله همه چیز آبرومندانه. وقت کم ولی شهرت بسیار زیاد که نام خدا ما به خاطر از این نمیگم، بینندای ما خودتان میفهمین که تامینه جان امیال سر زبان است، همگی تامینه جان میگه و امرای ما کسایی که به تماس میشه هنرمندای عزیز ماست، مردم عزیز ماست، همگی میگه تامینه جان سلام بگی، ما تامینه جان دوست داره، مگه خاله جان، هر کس از هر طرف دنیا درباره تامینه جان صحبت میکنن. شکرگزار هستم، از حقم بیشتر خداوند میروانی کرده در سرم. واقعیتش من همیشه گپ با خودش میگم از لیاقتم بیشتر برم داده و از همگی که قدر حمایت میکنن، محبت میکنن، یا الحمدلله شکر خداست. کدام در این سفرهایی که داشتی تا بالا، مثلا همین اخیرا که سفر داشتی تا بالا شده سر استیج بری، کدام اتفاق بفته، یک خاطره، یک چیزی که آن هیچ توقعش نداشته باشی؟ اتخو شما نام خدا هنرمند عالی هستن، میفهمین، تجربه دارین. اتخ همیشه چیزی که تصور میکنی و چیز هیچ وقت خود نمی باشه دیگه. یا مثلا در برنامه AMC پیرانم، من قبل از برنامه پیران نداشتم دیگه. شب پیشش رفتیم دکان به دکان گشتیم که پیران یافتیم، بعد از باز یا گوشواره جس اینو تو چیزای خورده ریزه میشه. مگم شکر خداست که as long as you're on stage که پروداکشن های قوی کار میکنن که اتفاق نفوذ. الحمدلله. و یک چیز دیگه هم از فولاد جان، من بسیار ریلکس هستم. I'm so chill. این چیز مثلا هر چی که شوم خودت توکل به خدا اوکی میشه. تامینه جان گفتی ریلکس هستی، خودت بسیار آدم پیسفول هستی، همراه هیچ کس مشکل نداری، با هنرمندا همگی رو دوست داری. همیشه ما دیدیم اگه خودت مثلا مملکت ها همیشه با هم دیگه جنگ میکنن، World War II بوده، و یا اگه مملکت می بودی خودت کدام مملکت می بودی؟ سوئیزرلند. هیچ انواب نبود، نه سوئیزرلند. بسیار انتخاب عالی. خودت کدام مملکت می بودی؟ افغانستان. ما جنجالای زندگی بسیار زیاد است مثل افغانستان، هر روز یک علمش دیگه می آیم افغانستان. نه تو خازن لیاز مثلا اون محبت و اخلاص که ما به افغانستان داریم و خود جایش هست. مگه از لگای جنجالای زندگی خود گفتم سوئیزرلند. زندگی ما همیشه پخچی بلندی بسیار داره فولاد جان، از خاطر ما افغانستان مشکلات سرش میاد. ما افغانستان ماشاءالله ما افغانا همیشه زندگیمون یا بالاست یا پایینه، پخش بلندی همیشه زیاد داره زندگی ما. مزه زندگی رم داموز به نظرم تا که روز بعد نبینی، تا که سختی را نبینی، گفتنش آسان است نه؟ همه ما تیر کردیم، همگی مثلا هر کس به نظر خودش مشکلات خودش بسیار بزرگ است نه؟ از او خاطر من احساس میکنم که تا که مثلا تا که نفتی بس خیستن شاید او شدت یاد نداشته باشی یا شکست نخوری، آدم پیروز نمیشه. Absolutely. It's all a part of life. یعنی استرس که در زندگی نباشه، امیجن که زندگی کل چیز زندگی داری، یکی لایف بورینگ میشه برای. Absolutely. میگه نه خو یک چیز باشه، یک پروژه روز خود تیر کنم کردش. ما هم استرس خود طرف خود رایی کنیم که زندگی داره. اما تو انترتینینگ باشه. خدا نکنه. من زیاد زندگی من زیاد بالا پایین استرس زیاد است. تامینه جان گل، آهنگایی که از مایده گل گفتیم، با میراجان گفتیم، آهنگای ریمیکسی که خودت خواندی، او آهنگایی هم که خیلی مشهور شده امیال، گفتم در هر چینل هر برنامه آهنگای خودت است. درباره او آهنگا بگو که چطور خواستی که این آهنگا را کی امرایت همکاری کرد با هم یک جای کنی، چطور آهنگا را انتخاب کردی؟ خب میخواستم امی گپ یا امی جلسه هایی که ما داشتیم دور برش بالاخره محلی بود دیگه. باز بایسلا یک چالش وار بود، چون من محلی هیچ وقت به غیر از اون برنامه که از من سامی جان تقاضا کرده بود من محلی هیچ وقت نخوانده بودم دیگه. از او خاطر مگم بر من جالب بود، از خاطر کوزک اوکی یک چیز است که تال نکردی جالب می باشه برات. باز امی خصوصا امی دو ریمیکس با اجازهتون دیگه به موسیقیش هم دایرکت خودم کردم. خب نام خدا یا دیگه اگر کدام کمی و کمبودی باشه ببینید مرا به بزرگواریتان ببخشین دیگه، استاستا به مرور زمان شاید بیشتر شود دیگه. ایره یک ذره جرات کرده، ترس لرز کرده ایدوتاره. و انتخاب آهنگا هم چیزی از خودم بوده، چیزی از همشیره نازنینم صدف جان ارسلان بوده، چیزی از نماینده های باربود بوده دیگه. یا خوشتان آمد. بسیار عالی. یعنی یک راز خبرش نمیبینید در برنامه دیگه، چی رازار خبر میشیم. از صدف جان میخواستم بگویم که صدف جان گل بسیار نامخواه دختر با استعداد، خواهر خورد تامینه جان که منیجرتان هم است. از وقتی که صدف جان منیجمنت تا گرفته تامینه ارسلان شده. اینو باید قبول کنی دیگه 100%. اگه از نگاه آرایش لباس همه چیزت صدف جان است که انتخاب میکنه دیگه. همه کردیتش اگه تامینه جان هر چیز میبینید کردیتش به صدف جان میره. سوشل میدیا رو منو پیش میبره، همه چیز پیش میبره و خوشبخترین دختر دنیاستم که ات یک خور دارم. نه تنها خوارم نام خدا همگی حالا استاستا آشنا شده. من فکر میکنم حمایت فامیل بسیار رول داره آرزو جان. پدر جانم، مادر جانم، بیادرایم، استاد منیر، امی دور بر آدم که کسی که باشه اونمو یک انرژی و وایب آدم جذب میکنه دیگه. من فکر میکنم که بسیار رول بزرگ داره که آدم حمایت شود، تشویق شود. از استاد محترم، استاد گرانقدر، استاد منیر یاد کردین که سلام خاص برشان میگم، ایدشان مبارک و از دور دستایشان هم میباسیم. همچنان love you. تامینه جان، به نظر من شما اولین آوازخوان طبقه اوناس هستین که قرقسه خواندین، درست است؟ ایره بر ما بگین کنم کسی نقل داده تا جایی که من فکر میکنم بله درست است. و باید یادآور شوم که جلوه جانانه از بوله شاق قلندر است و ایره استاد منیر ماما جانم برای ما پیشنهاد کرده بودن، درست کرده بودن و امی گپم با ما گفته بودن که بسیار یک گپ خوب است که تا به حال قرصک یک خانم نخوانده دیگه، از خود اجرا کرده است، دیگران ما از خود نداشتن. باز ما به اجازه تان امو آهنگ اجرا کردیم. بسیار معقول است و من بسیار خوشحال میشم که در موسیقی افغانستان از خود یک نوآوری بکنن، مردم از خودشان بخوانن، ولی متاسفانه بسیار از آوازخوان‌ها از کسای دیگر هم میخوانن و نوآوری نمیکنن. و بسیار ما موزیک شما رو دوست داشتم و گفتم یک سوال پرسان کنم وقتی دیدمتان. من فکر کنم سر زمزمه میکنی امورا. امیال پرسان میکردم. من خاص ترس نمیگم، باز سرما زور است که یک زمزمه بسیار کوتاه که ما او را به عنوان تحفه ایدی از شما قبول میکنیم. بسیار کوتاه میشه، طولانی هم باشه. خب طولانی. بیشتر که یاد کردین، من فکر میکنم دو راست آدم میتونه ببینه، چون ما بازخوانی کردیم. از ناموز آدم یک چیز نوآوری کنه، یک چیز جالب کنه، چون بعض اوقات بعض آهنگا هست که امی جنریشن نو شاید فراموش کرده باشن یا شاید آشنا نباشن دیگه. So there's two ways of looking at it. زمزمه گفتن امی آهنگا میخواین زمزمه کنم فولاد جان. هرچی خود دوست داری. هرچی خودت میتونی. شعر از آهنگ اگر یادم نمونه استاد منیر برام میکشن. به اجازهتان. گفت و خنده زنان گریه چو کردم به درش، گفت و خنده زنان گریه چو کردم به درش، بوالی هست مگه عاشق دیوانه ما، 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 از در سینه ما جلوه جانانه ما. فکر میکنم اگر شعرش هم یکم اشتباه شد دیگه خیره. من گرفت که خلاص شد، از دست کوتاه گفتی. نه بسیار عالی بود، بسیار لذت بردیم دیگه. تشکر. بسیار عالی. تامینه جان، خودت علاقمند کی هستی؟ وقتی که خودت تنها میباشی آهنگای کی را بیشتر میشنوی؟ من همه چیزا میشنوم آرزو جان، همه چیزا میشنوم، همه گیره میشنوم. نه سیاسی جواب نده، بگو دیگه یک چند نام بگی. خیر است. نه کلا گیره میشنوم. واقعیتش زیادتر دموتر کی میشنوی؟ زیادتر علاقمند کی هستی؟ آوازی که زیاد دوست داری؟ فولاد ویس. ابسولوتلی. خب تامینه جان، خودت بسیار نام خدا قدندام مقبول داری و من میفهم که همیشه جیم میری. ورزش چطور؟ کدام ورزش ها را دوست داری؟ خودت ورزش میکنی زیادتر بدون که جیم میری؟ یک جهان ممنون. That's a big compliment. ورزش هر روز کوشش میکنم که هر روز ورزش کنم و از خاطر قد اندام هیچ چیزا نیست آرزو جان. I feel like از نگاه روانی یا منتلی آدم بسیار خوب خوشتر نگاه میکنه از خاطر اندورفینز and all that دیگه. همه ورزش ها را دوست دارم، کاردیو را، ویت، همه چیز دوست دارم، اما باکسینگ and Pilates یوگا هم خوب است. نزدیک شما چیشتون ملک؟ نه خواهش میکنم. موتای که نمیکنی که لغت بزنی. نه موتای اکشلی خوب چیز اشاره کردن. میلاد جان برادرم تا به حال شکر خدا دو فایت خدا برده در تایلند زندگی میکنن دیگه. و باید بگویم که بسیار رول داشت دمی فیتنس، چون اونا اول راگبی بازی میکردن بعد از او باز موتای دیگه. علاقه دارم اما مویتای تا به حال موقعی نیافتیم. من میخوایم که برای چند هفته برم پیش برادرم در تایلند که صحیح بسیار علاقه دارم. بعد از دیگه باز پیش مصاحبه نمیکنیم. نه خواهش میکنم. بعد از اون لیست روی میکنیم چی رو پرسان کنیم از تامینه جان. هر چی که چی شد. چرا تا میگی لیست خواستگارایش کم کدام میری؟ نه خواهش میکنم. یه تا هر چی که میخوایم پرسان کنیم مشکل نیست. من یکون دفعه که پیج تامینه جان استوری که میمونه همیشه که چک میکنم تامینه جان یا رستوران است یا در جیم است. من میگم چطور هر دقیقه رستوران است هر دقیقه در ورزش است. نه او گپ نیست. من بسیار نان دوست دارم، همگی دوست دارم. مگم آرزو جان شاید بیشتر بفهمه که من بسیارم تو غذا را خوش دارم، هر قسم غذا را خوش دارم. از او خاطر دیگه یا شاید استوری اینا خوب یک چیز اشاره کردین فولاد جان که من باید یک ذره تغییر بدم. اورا کلوز فرند کو فهمیدین. خوب است که ایرا گفته از سنتی یاد نکرد که اینا یگان وقت یا سنتیگک پیشیگکم عزیز دل مادر دیگه که اوگک است یا استوری می اوسته یا نان است یا ورزش است. یا من خوش دارم چیزی که هستم اونم چیز باشم اونم چیز مردم ببینن. میگن که همیشه هیچ وقت به شکمت ظلم نکو، همین هر چی که دلت شد 1000%. اونم من خودم همین رقم هستم، همیشه اگه استوری مرا که چک کنین همیشه رستوران هستم و بسیار دوست دارم. من دوست دارم رستوران، دوست دارم ترای کنم جای جدید، ترای کنم نان جدید، ترای کنم. و تنها چیزی که دارم و آرزو میکنم که تنها چیزی که کاش میشد که چاق نشیم. این نمی بخوریم چاق نشیم. این نمی که ما خودت من چاق نیستی right you know that. خانه با استیل که مثلا خب با اگه جیم مثلا ما در روز شما فکر کنید یک دم برگر میخوری 2000 کالری داره. خب تو باید این 2000 تا یک صد بدوی. نه باید بالانس نگاه کنه آدم. مثلا باور کنین فولاد جان ایت یک چیز نیست که اگر من بخوایم نخورم، میخورم. من کوشش میکنم که در مودریشن بخورم. مثلا بعض اوقات میگن نه که چیت دی داشته باش. از من همیشه I don't care about that. I just eat whatever I want. مگم برابرش مثلا نقدر زیاد نه که یک کیک کلانه مثلا اینو میره پوره بخورم. یکم که میخورم که چشمم گشنه نباشه. تیر میشه. یا شکر. خب تامینه جان به عنوان سوال آخر، صحبت‌ها شیرین است ولی وقت برنامه کم است و خودت هم روزیده است، رفتنی هستی، میری جای. خیلی هموطنان عزیز ما از من میشه سوال میکنن که تامینه جان عروسی کرده آیا کسی در زندگیش است یا خیر میشه؟ میره خودت لطف کرده امروز جواب بدی. اوکی مقصد فکر شد بکن. اگه بگی نه سواد که طلبگارا میآید، اگه بگی آه من یک گپ دیم تو فولاد جان. من بسیارم تو همیشه راست میگم، همیشه راست بودیم و دوست نباشه از خدا نترس. نه دیگه از اون خاطر من قبلم گفتیم بازم میگم که من مجرد هستم، کس رام در زندگی نیست، نامزادم نیستم دیگه. یا فعلا خو مجرد خوشحال، مجرد خوشحال. شکر خداست دیگه. من نمیفهم چی بگویم با مقابل از این همه کافی است کلیر شد. دوستا از این فهمیدن دیگه. اینو یک سوال مگم همیشه پرسان میشه، نه همیشه پرسان میشه که مجرد هستی یا متأهل. مگم ما یا مردم دوست دارن بدانن که مثلا از زندگی شخصی هنرمندا شاید مثلا هر کسی مثلا یک هنرمند رول مدل 4 نفر 5 نفر یا یک تعداد باشه. دست وای همیشه من میگم کسایی که رول هنرمند هستن، سلبریتی هستن، یک رقم رفتار کنن که مردم دیگه چون از یک کپی میکنن و ما نمیفهمیم. شاید 4-5 نفر و گفتی خودت مثلا یک از آن نفر رول مدلش 1 نفر است، درست است. اگه شما یک کار اشتباه انجام بده شاید دوام انجام بده. ابسولوتلی او مسئولیت است که ما باید این گپ باید درک کنیم 1000%. از او خاطر اگر متوجه باشین بعض اوقات مثلا اگر من چیزای خورد ریزارم ورزشم سمتین کدام به اصطلاح تشویق میکنم مردم. نه برای صحت آدم خوب است، خصوصا بعض غذاهایی که ما میخوریم بهتر از کدام ورزش کنن. دیگه بسیار گپ خوب است، شما درست میگین و کوشش کنیم که خوب باشیم، خوش باشیم، با یکی دیگه مهربان باشیم. مهربان باشیم. That's right. تشکر تامینه جان که تشریف آوردی، برای ما سعادت بود که نزدیک دیدیم که تایم خوبی داشتیم. گپا زیاد میاد، شیرین از صحبت کردن که از شما، ولی متاسفانه تایم برنامه کوتاست و بازم تشکری کنم که تشریف آوردین. قربانتان، یک جهان ممنون. بازم ایده فکر میکنم هیچ همین تبریکی ده نداره. بازم در آخر باید از اول میگفتم دیگه، به بزرگواریتان مرا ببخشین. ایده همه شما تبریک باشه، خداوند خوش عبادت روزه و همگی و دعایتان قبول کنه انشالله. دیگه و از شما دو نفرم قندلکا ایدتان مبارک باشه، تبریک باشه. دیگه دوستتان دارم، یک جهان ممنون که به ما افتخار بخشیدین. بسیار خوشحال بودم و بسیار خوش گذشت. قربانت، ما هم دوستت داریم. خب عزیزان، شما همیشه محبت میکنین، لطف میکنین، از آرمین جان پرسان میکنین، خواستم در برنامه اید آرمین جان هم باشه. عیدت مبارک آرمین جان. تشکر، عیدتون مبارک. سلام علیکم واستی جان جور، عیدتون مبارک. نماز روزه قبول شد. آها، زنده باشی. تشکر. خلاصان روزه گرفتید؟ نه نگرفتم. گور کردن است. خب آرمین جان، آرمین جان خوش آمدید به برنامه ما. تشکر. خدا جون، عید دوست دارم. افغانستان کوین است. ما یادش نداریم دوست عزیز، خودش میگه. معلوم دار است که یادش نداریم. من میگم ما یادت دادیم. ما یادت دادیم؟ نه تو ما یاد دادی. طرف خودت رفتم. نوازت در اینی وره گفتم. طرف من رفت از خاطر گپ میزنشین زبان است. خب عزیزان، آرمین جان آوردیم به خاطر که بسیار کیک خوش داره. میخواستم بگویم که قسمی کسایی که فالوورای ما خبر دارن که ما سالگیری ما بود، ولی چون سالگیری ما چند سال شده در ماه مبارک رمضان میه و عارفت جان نازنین دوست بینهایت عزیزم همیشه هر سال لطف کرده برنامه آرمین جان کیک دور میکنم و این سال خواستیم که در برنامه در روز عید که سالگیری ما بیاریم با شما عزیزا تجلیل کنیم. ما فولاد جان هم باز بخوره لنه در آخر برنامه ببینیم که عارفه جان چطور کیک جور میکنم. من عاشقش هستم و کیک جور کرده برای من. این کتابایی که اینجا هست، یکیش به خاطر گریجویشن نشته است، چون من به خیر از ژورنالیزم فارغ شدم بالاخره. امی مای اپریل گریجویت کردم، از اون خاطر برام در کتاب نشته کردن. کتاب دیگه‌اش که از فراموش مکن نام کتابم است. کتاب شعرم که شما دربارش می‌خواین و دیگه‌شم لب نوشته است. به خاطر گفته خودت دوست داریم، خودت دیگار دوست داری، اما محبت بینمگی همیشه محبت باشه. از خاطر لب و از طرف من به تمام علاقه‌مندان بینندگان تقدیم است که من هم هر یک شما را دوست دارم. از اینکه همیشه به من محبت دادین و بسیار تشکر میکنم از عارفه جان نازنین به خاطر از یک فولادان که نظر دادید. بسیار مقبول این کتاب اساتی از ما بود، گم شده بود فامیلی. یک چند وقت یاد دست عارفه بود فامیلی، ولی به هر حال فراموش نکنم اون نک امانش نکردم. فامیلی. سامان آرایشون به هم مسخ امروز. نه گلش است. او براش رنگ اساس مستک. رنگایی را که من دوست دارم عارفه جان جور کرده، چون من سرکارم با کتاب و سامان آرایش هم این چیزا هست دیگه، برای من عبورت دور میدن. براشم هست که عارفه جان جور بنده روز فولاد جان در واقع رنگ میکنم عارفه میرون مامین جان. آرمین جان تشکر که در برنامه ما آمدی. خودتون تشکر در زندگی ما آمدی جان. تشکر. Happy birthday. شباز سلامت شوی. تشکر. باستوفی سالگیرم از پیشتان میگیرم. باستوفی دستو. تشکر بچه‌م. خب عزیزان، حالا میریم سراغ مهمان دیگر. خب هموطنان عزیز، مهمان بعدی ما یکی از هنرمندان عزیز ما هستند که در شهر سیدنی زندگی میکنن. البته هموطنان ما که در سیدنی هستند بیشترشان با چهرهشان، با کارهایشان، هنرهای عالیشان آشنایی دارن. البته آوازخوان نیستن، نقاش هستن و خیلی کارهای جالب دیگر هم میکنن که گفته فولاد جان در پنجهشان در چراغ است. ناصر جان عزیز، عیدتان مبارک و برنامه ما خوش آمدین. زنده باشی جانم، تشکر از دعوتتان امروز. عید شما مبارک و عید هموطنان عزیز ما مبارک. روزه و نماز قبول. بینندگان عزیز، انشالله که یک عید خوب برای کلیتان آرزومند هستیم. تشکر میکنم از ناصر جان عزیز که تشریف آوردی امروز در استودیو و همچنین ایده برای تبریک میگم. ناصر جان یک کسی است که از هر پنجش یک هنر میباره و بسیار از کاراش هم شما میتونید ببینین و بهتره که از زبان خودشان بشنویم. خب ناصر جان، ما خود تعریفایت کردیم، حالا خودت به هموطنای ما ثبوت بکو که تعریفایی که ما کردیم واقعیت داره یا خیر. بر ما بگو از هنرایت. البته خب هنر خودش یک دریاست که هرچی یاد بگیری کم است و ما همیشه یاد میگیرم. این نیست که درست هنرهای زیادی دارم و قول بعضیا 50 کلگش از هنر است و هنوزم یاد میگیرم. زندگی است که تازه‌گاهوره تا گر دانش بجوی. چند سبک هنری را کلا کار میکنم. اویل کار میکنم، نقاشی، بعد کارهای روی شیشه کار میکنم، تاتو آرتیست هستم و رزمی کار هستم و خیلی کارهای دیگه که یاد گرفتیم در مرور زمان در زندگی خود. آپرنشیب انجینری دستگاه‌سازی را کار کردیم، خواندیم و ایست که کلگیش جمع کردیم یک هنر بزرگ شده و ایست که همیشه در زندگی مرا کمک کرده و از 8 سالگی به هنر آموزش دیدیم، یعنی آموزش دیدیم همیشه. ولی بزرگترین چیزی که پشتیبانی من بوده پدر مادرم بوده که مرا پوش میکردن، که مرا کمک کردن، که من یاد گرفتم، که زحمت کشیدن برای ما و همیشه تشویق میکردن. این بود که من همیشه در جستجوی هنر بودم و یک هنر نه، ده ها هنر آموختم و امروز ثمره‌اش میبینم، نتیجه‌اش میبینم و استفاده‌اش میتونم بکنم. از ریزگی کموتی که آموختم، خودم کمپانی داشتیم، خودم کار کردیم، خودم زحمت کشیدیم و در 25 سالگی بزرگترین شرکت‌های کشورهای عربی را قرارداد بسته کردیم که حدوداً 400 نفر زیر دستم کار میکردن، از همکاران بودن که یاد میدادیم سبک‌های کاری را به ایشان که چندین هنر را جمع کردیم. یک چی کارهایی بود مثلا میشه؟ این کمپانی های شیشه بوده کلان، غیر از نقاشی هایی که روی مورق کار میکنم، سیاه قلم کار میکنم یا اویل کار میکنم. این یک سبک جدیدی بود که من روی شیشه نقاشی ها را کار میکردم و این بود که من پیشرفت زیاد کردم در زندگی خود. از نقاشی گفتین، گپتانم قطع کردم، از انجلینا جولی که در آینه جور کردین فکر کنم جایزه هم گرفته، میشه درباره از او بگوین. بله، در 2010 من داخل استرالیا شدم و 2011 در مسابقات اینترنشنال استرالیا شرکت کردم که فیس آنجلینا را کشیدم. من روی شیشه حکاکی کردم و 53 کشور بود، اینترنشنال بود که در اون 53 کشور من نفر دوم جایزه را گرفتم و همینطور 2012 2013 دوباره من نقاشی کشیدم که نفر 4م شدم، یعنی تونستم که جایزه رو بگیرم. البته خود یک استرالیایی هم بود در اونجا، میگفت چرا خم از که هر سال جایزه رو تو میگیری؟ من گفتم خب دیگه این از اینجاست، جایزه رو من میگیرم و این شد که من تونستم که پیشرفت کنم و البته اون زمان در تلویزیون‌های استرالیا پخش شد و در روزنامه پخش شد. به هر صورت این یک ثمره خوب بود برای من به نام که یک افغان هستم. در کل استرالیا آمد که یک افغان چه خوب نقاشی میکشه، چه خوب کارا داره. ای افتخار است برای من که من افغان هستم، که من تونستم بتونم که در 50 و چند کشور، 52 یک در 52 یک در 53 کشور بود که من تونستم جایزه ها رو از آن خود کنم و به همین صورت که ادامه میتم. هنوزم در نقاشی و هنر هستم دیگه، کار کردن رئیس. ناصر جان، چیزایی که خودت گفتی از این بیشتر هنرها و کارهای دیگه هم خودت داری که خیرش بر ما میرسه. از تاتو گفتین، تا حالا به کدام چهره‌ای مشهور هنرمندای افغان یا از دیگه ممالک شما تاتو زدین یا نه؟ شاید زده باشه ولی نتونه بگه در پروگرام. زیاد دوستا زیاد بوده، زیاد آمدن پیش ما دوستای افغان خود ما که مثلا تاتو زدن پیش ما، چون یک از سبک قصه تاتو شد. بذار من یک چیز بگم که هر هنری که من کار میکنم اما وسایلش، متریالش یک دنیای دیگه است برای خودش. شیشه را کار میکنم، کل متریالش یک دنیای دیگه است. اویل کار میکنم، روی پارچه نقاشی میکشم، متریالش یک دنیای دیگه است. یا مثلا تاتو خودش یک دنیای دیگه است. بله. این هر کدام اینا یعنی سالها تجربه میخواد که تو بتونی او را درست کار کنی این نیست که امروز یک دست ما یک شرک دادن من بوکینگ دارم که ناصر بخیرک شما. این نیست که دوستای زیاد هنرمندای زیاد پیش ما آمدن تتو زدن، چی از خارجی ها چی از افغان خود ما آمدن تتو کار کردن زدیم برشان. الحمدلله ان شاء الله که راضی باشن، گرچه که بعد از پروگرام خودت کلی کمپلین کردن دیگه ناصر جان سوزن کاری کرده. همیشه کلیکشن میگم هر کی جانتون میخوره بیاین پیش من. من برای بینندگان بگم که واقعا اغراق نیست، یکی از بهترین تتو آرتیستای استرالیا میگم، شاید به جرئت میتونم بگم است ناصر جان، که در کنار کار آرتیست بودن که کار تتو نقاشی و کار دیگه میکنه پروداکشن داره و خود ناصر جان بسیار از پروگرام‌ها را اسپانسر میشه، بسیار از میوزیک ویدیوها را جور کرده. راجع به این توضیح بده که چطور در کار از تتو و نقاشی و یک دفعه اومد در کار موزیک. چون ببین زمانی که در یک مرحله میرسی دیگه که خیلی چیزا را دیگه به ثمر میرسانی، نقاشی حالا نقاشی خودش که در بحر کلان است، ولی وقتی که به ثمر میرسی سعی میکنی یک چیز جدیدی را شروع کنی داخل زندگیت که بتونی باز تو تجربه دیگه کسب کنی. یعنی من خودم از قدیم از زندگی احمدزاده را گوش میکردم، از 8 سالک بودم احمدزاده را گوش میکردم، شبکه خو میکردم، فیتا میماندم اون زمان من خو میکردم احمدزاده را گوش میکردم. خوی همیشه آدمی فکرم بود چه کشورهای دیگه که بودیم رفتیم سفر کردیم، همیشه احمدزاده با ما بوده، در زندگی ما بوده و شعرهای زیبایی که داشته. و زمانی که استرالیا آمدم در کشورهای عربی زیاد چون کارم زیاد بود 4-5 کمپانی زیر دستم بود وقتش نداشتم. استرالیا که آمدم یک قسمت کارم حالا تتو بود، قسمت دیگر را گفتم بیا مثلا هنرهای دیگر را پیش ببرم، از هنرمندهای دیگر با خبر شیم. این بود که پروداکشن را جور کردم. البته 5-6 ساله که روی پروداکشن ها همیتو کار میکنم. باز من فیلم پروداکشن را در 3 سال قبل افتتاح کردم، جور کردم و دنبالش افتیدیم که و میخوایم فیلم پروداکشن یک چیزی باشه که یک مفید بر کل مردم باشه که بتونیم خیلی کارا بکنیم، غیر موزیک، فیلم، ویدیو. حالا برنامه‌ای روی کار داریم که انشالله بتونیم کلاس‌های درسی بانیم از طرف فیلم‌های پروداکشن که اسپانسر میشه برای طفلای کوچیک، برای خیلی کارهای ریزی که برای اشتکای ریزه بتونیم ثمره خوب در جامعه بانیم که بتونیم چیزهای خوب یاد بدیم. این موضوع فریمان پروداکشن یک موضوعی کلانی است که رویش کار میکنیم در و یک میخوایم در آینده یک ثمره خوب داشته باشه برای کل جامعه ما. البته ناگفته نمانه که خودت کنسرت های چراتی هم برای افغانای عزیز ما که تازه داخل استرالیا آمده بودن هم برگزار کردی که از جیب شخصی خود مصرف کردی. بله. و همچنان خوشبختانه که ما در این برنامه اسپانسرای خیلی زیاد داریم و یکی از اسپانسرای برنامه ما ناصر جان هستن. بسیار تشکر از لطفت که از ما حمایت کردین. شما عزیزا که ما تانستیم امروز در خدمت هموطنای عزیز خود باشیم، ما بتونیم هر کمکی بتونیم برای دوستان عزیز افغان خود ما که کار میکنن روی هنر یا روی فرهنگ ما بتونیم کمک کنیم. چرا که نه، فرهنگ ما خیلی مهم است برای ما. بله. میگه نان عوشه نگی فرهنگش بگی، یعنی این موضوع در این جسته. بله. امروز که من خودم روی فرهنگ کار میکنم، فرهنگ ما یک در نقاشی ختم نمیشه، خیلی چیزهای دیگه است. بله بله. یک در آوازخوانی ختم نمیشه، خیلی چیزهای دیگه است در کنارش. اینا کلگیش باید جمع شه بتونیم یک تاسیس بزرگ برای فرهنگ خود بکنه. بله. که بتونیم یک جامعه خوب، مردم خوب به ثمر برسونیم. می اولادای کوچیک ما که امروز گم میشن در اینجا، امروز گم شدن. بله. خیلی چیزا گم شده اینجا. وقتی ما که یاد داریم چرا نمونیم، چرا یاد نداریم، چرا باید زحمت بکشیم. بله بله. کلی چیز پیسه نیست در دنیا امروز. درسته ما افغانای ما که آمده بودن واقعا روزای سختی کشیدن در افغانستان که در بال طیاره شیشه بودن میگرفتن. اینجا آدم فکر کنه، اینجا که آمدن دیدن یک دنیای دیگه است، دپرشن گرفتن. بله. و اینجا شد که ما کمپانی چریتی که ما خیلی سالا داشتیم از دیگر کشورها که آمدم کلا تا استرالیا هم تاسیس کردم کمپانی چریتی، حتی لیسانسش هم گرفتم در استرالیا که بتونم این کار را پیش ببرم. و بله. این شد که ما در 2.5 ماه 5 تا کنسرت گرفتم، 2 تا برای خانم‌ها گرفتم، 3 تا دیگه گرفتم که یکیش از اونها بلکتاون بود که بزرگترین کنسرت بود که تونستم تقریبا 400 نفر چقدر بود که نانم بتم دیگم بتم. و این بود که مردم خود از امو ترس و وحشت دور کنیم، بگیم که اینجا افغانای دیگه هم هست، کسای دیگه هم هست، آدمای خوب هم هست، بتونه شما را کمک کنه در کنار شما باشه. بسیار تشکر ناصر جان عزیز از اینکه معلومات دادین، در برنامه آمدین. از هنر گفتیم، ناصر جان خود تا مستی یک هنرمند دیگه در پلیمن نشسته که طرف بالا سر میکنه. تیر خدا آورده فولاد جان هموطنان عزیز یک هنرمند بسیار خوش آواز است، نه تنها که استایل چهرهش خوبش است، آوازش هم خوبش است، به نطاق آوازت مقبول است. حالا هموطنان ما که با خودت آشنایی ندارن میشه که از خودت خواهش کنیم که بر ما یک آهنگ بخوانی که ببینن که واقعا خوب میخوانی یا نه. هموطنان عزیز یک کلیشه هم آواز کنم، من بسیار شیرینی دوست دارم. این کیک آوردن، این بوی کیک در بینی من خورده رئیس، من دلم میشه که بخورم ولی خب متاسفانه نمیتونم دست دیزاینش بزنم و میتونی بخوری. آله بی صبرانه منتظر هستم که این کیک امتحان کنم، چون مطمئن هستم که بهترین کیک هست. و اینجا یک لازم به ذکر است که بگم به دوستان عزیز که تشکری بکنم از تمام دوستایی که لطف دارن و برای ما محبت دارن و که بسیار دوستایی که برای من تلفن زدن و گفتن من میخوام اسپانسر کنیم برنامه، ازشون تشکری میکنم. از اسپانسرای عزیز ما فریمان پروداکشن، پاسیفیک سیل، امینز گروپ، های لاکچری کار که زحمت مترار کشیدن. فولاد جانم نگفتن امان یکی از اسپانسرای برنامه ماست و لکچری کارز از فولاد جان و ایدی همکار عزیزشان است که شریکتان هستند. از فرخ جان عزیز تشکر میکنم و همه دوستانی که بر ما لطف داشتن و ما را حمایت کردند. کیک عارفه، عارفه جان عزیز که کیک اسپانسر کردن و همچنین ناصر جان از لباس ما گرفته تا صد برنامه لباس ما برنامه اسپانسر است. همیشه اسپانسر شده که من قلباً سپاسگزار هستم از فولاد جان گال، از ناصر جان، هم عزیزان، چون مدت زیاد است من برنامه نداشتم و اینا قدر لطف کردن، محبت کردن و این برنامه 30 دقیقه با آرزو و فولاد است که ما این برنامه ویژه را برای شما خواستیم. بله چون برنامه ویژه است ما خواستیم که یک برنامه خاص باشه و معلوم دار. حالا حتما باید من یک موزیک بخونم. حالا که خودت نخوانی ایدی ما را نتی نمیشه دیگه، تو ما خودت بخونیم. من همیشه در برنامه شعر خواندم، این برنامه خودت هستی همراه من، چانس به خودت میدم که خودت آهنگ بخونی. یک موزیک بسیار شاید بگم اگه حفش باشه چی، یک موزیک شاد میخوانم. خب از آخرین کار خود میخوانم، از ایمان یمنی و پیمان عدالت در زبان پرژن ایرانی سک و امیدوار هستم که لذت ببره. و ناگفتن من فولاد جان در ایران بزرگ شده و زیادتر به سبک ایرانی ها میخوانه. تشکر میکنم، حالا امیدوار هستم خوشتون بیاید. گل بهار قلبم، بی تو بی قرار قلبم، مثل تو مهربونم از کجا بیار قلبم. گل بهار قلبم، با تو رو به راه قلبم، مثل تو مهربونم از کجا بیار قلبم. لج و لج بازی بسه، بیا برگرد، من که پیدات میکنم، بی برو برگشت. به چشمات از بفت دلم رفت از دست، میگم دوست دارم میخندی از بفت. گل بهار قلبم، بی تو بی قرار قلبم، مثل تو مهربونم از کجا بیار قلبم. گل بهار قلبم، با تو رو به راه قلبم، مثل تو مهربونم از کجا بیار قلبم. حرف حالیشه، دلش تنگ میشه، نباشی پیشش. تو که خندت آبرو آتیشه، بخندی روزام قشنگتر میشه. گل بهار قلبم، بی تو بی قرار قلبم، مثل تو مهربونم از کجا بیار قلبم. گل بهار قلبم، با تو رو به راه قلبم، مثل تو مهربونم از کجا بیار قلبم. تو بیقرار قلبم، مثل تو مهربونم، از کجا بیار قلبم، گل بهار قلبم، با تو رو به راه قلبم، مثل تو مهربونم، از کجا بیار قلبم، گل بهار قلبم، بی تو بیقرار قلبم، مثل تو مهربونم، از کجا بیار قلبم، گل بهار قلبم، با تو رو به راه قلبم، مثل تو مهربونم، از کجا بیار قلبم. به بسیار عالی فولاد جان، تشکر. بینندای عزیز، ای بود برنامه اید ما. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. امیدوار هستم که ساعت خوب و خوش داشته باشید و همیشه در زندگی شاد و سلامت و کامروا باشید. خدا نگهدار.